به به کش نگاه کن <applause> با ایلا دوستای عزیزم سلام امیدوارم که عالی باشید هر جای دنیا که هستید میخوام امروز براتون حلیم درست بکنم یه حلیم فوق خوشمزه راحت و خیلی خیلی کشدار بریم تو کارش بچه حلیم ایران خب واقعا خوشمزه است دیگه مخصوصا هر چقدر برمیگردیم به گذشته خوشمزه تر هم بوده به خاطر اینکه الان با این وضعیت وحشتناک اقتصادی خب اینا براشون نمیصرفه که بیان یالم گوش توی حلیم بریزن من امروز میخوام یه ورژن خیلی خوشمزه خونگی و پر از گوش براتون درست بکنم اما اگر به هر دلیلی نخواستید که گوشت زیادی مصرف بکنید حالا بهتون میگم که چیکار باید بکنید و چه جوری بتونید مدیریتش بکنید اینجا من یه دونه گردن گوسفندی کامل دارم با یه دونه سینه مرغ کامل که میتونید با بوقلمون هم اینو جایگزین بکنید هرجوری که خودتون مایلید ولی من ترجیح میدم که از مرغ استفاده بکنم بهترین گوشت گوسفندی برای حلیم گوشت گردنه به خاطر اینکه وقتی اینو ما میپزیم و ریش ریشش میکنیم اندازه هایی که گوشت گردن داره خیلی بلنده و وقتی که شما میکوبیدش با گندمتون این باعث میشه که کش حلیمتون خیلی خیلی بیشتر بشه و بسیار بسیار خوشمزه تره اما اگر به هر دلیلی نخواستید که از گوشت گوسفندی استفاده بکنید میتونید جایگزینش رو مثلا به جای این یه دونه گردن گوسفندی مثلا دو تا سه تا سینه مرغ استفاده بکنید اما دیگه نباید انتظار داشته باشید که خیلی این کش بیاد هرچند یه مقداری کش میاد به خاطر خود اون کشسانی که گندم بهتون میده اما اون کش خیلی خیلی عالی که این گوشت گردن بهمون میده دیگه نخواهیم داشت برای پختن گوشت مرغمون خیلی ساده اول تمام این سینه ها رو من میریزم توی قابلمه نصف قاشق غذاخوری نمک میزنم نصف پیاز متوسط رو ببینید اینجوری اوسط نصفش میکنم میندازم توش یه دونه چوب دارچین دو تا دونم برگبو که توی آمریکا بهش میگن بیلیوز حالا یه مقدار خیلی کم آب جوش من میریزم روی مرغام در همین حد کفایت میکنه خیلی آب نمیریزم چون این سینه است و خیلی سریع میپزه و خود مرغا هم آب پس میده همین که روی مرغا رو یه ذره آب بگیره کفایت میکنه اینو من میذارم روی شعله شعله متوسط که حسابی بپزه برای گوشت گردنم خیلی خیلی ساده این گردنا رو من میریزم توی قابلمم بهتره که بدید این گردن و وسط براتون برش بزنن که پختنش خیلی سریعتر و راحتتر انجام بشه یه دونه پیاز متوسط هم که چاقاشش کردم میریزم توی قابلمه دقت بکنید که به گوشت گردن دیگه نمک نمیزنم توی این مرحله حسابی وقتی پخت بعد بهش یه ذره نمک میزنم که گوشتمون رو سیاه نکنه و دیرپزم نکنه دو تا چوب دارچین چهار تا دونم برگبو من اضافه میکنم که بوی زخم گوشت رو ازش بگیره حالا آب جوش میریزم در حدی که روی گردنا رو آب بگیره البته من اینجا یه ذره کمتر آب ریختم به خاطر اینکه یه دونه کیسه از این آب قلمایی که بهتون آموزش دادم اگه اون فیلمو ندیدید رو بالا براتون میذارم پایینم براتون میذارم حتما ببینید من اینو گذاشتم تو فریزر الان اینو در آوردم آب قلمه اینو میریزم توی اینجا که خود اینم در واقع الان یخش باز میشه و حسابی آب به گوشتمون اضافه میکنه البته شما میتونید آب قلم نزنید اما به نظر من خیلی خیلی خوشمزه ترش میکنه و من چون عادت کردم اینجوری درست بکنم همیشه یه ذره آب قلمم بهش اضافه میکنم قبل از اینکه در ظرف رو بذارم یه دون از این کاغذ روغنی رو من به اندازه در واقع همین قطر قابل من بریدم و اینو میذارم روش و بعد درش رو میذارم این کار باعث میشه که خیلی آب کمتری در واقع تبخیر بشه و اون تو بمونه و آب کمتری معدس بدیم چون آب گوشت من بعدا نیاز دارم اینو حالا میذارم روی گاز با حرارت زیاد اولش که به قل بیفته به محض به قول افتاد حرارت رو میذارم روی متوسط رو به پایین تقریبا سه ساعتی طول میکشه که این بپزه در ضمن بعد از یه رو 20 دقیقه یه مقدار کف روی آب گوشتتون میاد که این تمام خونابه ها و های گوشت که بوی زغمم میده همش اون توه اینو حتما واقاشق بگیرید و بندازید دور که گوشتون بوی زخم نگیره یه کار دیگه هم که میتونید بکنید اگه از این قابلمه دارید که مثل این چدنه میتونید بذارید توی فر با دمای 400 درجه فارنهایت تقریبا 3 ساعت 3 ساعت و نیم اونم طول میکشه که این گوشت حسابی بپزه من میخوام امروز این کار بکنم به خاطر اینکه دو تا قابلمه میخوام گندما رو بپزم و روی گاز دیگه جا ندارم بریم سراغ گندم من اینجا 1 کیلو نیم گندم دارم همونجوری بهتون گفتم میتونید از گندم حلیم استفاده بکنید گندم کامل حلیم یا از این استفاده بکنید گندم شکسته حلیم من از جفتشم استفاده کردم جفتشم خیلی عالی نتیجه عالی بهتون میده خیلی خیلی بهتره که اینا رو شب قبلش بذارید خیس بخوره توی آب سرد اما متاسفانه من امروز وقت نداشتم و دو ساعت بیشتر نذاشتم که خیس بخوره اما شما اگه وقت دارید حتما این کار رو انجام بدید من از دو تا قابلمه استفاده میکنم چون قابلمه خیلی خیلی بزرگ ندارم اینا بعد از اینکه میپزه یک آلمه حجمش بیشتر میشه و نمیخوام که فضای قابلمه مو حسابی اشغال بکنه نصف گندم رو میریزم این تو نصفش هم میریزم اینجا حالا دو برابر میزان وزنی گندم من میرم آب اضافه میکنم توی قابلمه آبتون آب سرد باشه دقت بکنید که تو این محله میزان آب نباید بیشتر از این مقداری باشه که دارین الان میبینید به خاطر اینکه این مقدار آب باید در حدی باشه که وقتی آب کاملا تبخیر میشه گندما نیم شده باشه بعد ادامه اون 50 درصد پخت با آب گوشت وقتی که گوشت پخته شد و آب مرغ وقتی که مرغا پخته شد بقیه رو با اون ادامه میدیم چون اینجوری حلیممون خیلی خیلی خوشمزه تر میشه اگه آب بیشتر توی محله بزنید وقتی اون آبم اضافه میشه دیگه این حلیمتون رو وقتی که صاف خیلی آبکی میکنه و طعم جالبی نمیگیره یه دونه پیاز کامل دارم چهار تا قاشش کردم دو تا قاشش رو میریزم اینجا دو تا قاشش هم میریزم تو این یکی قابلمه یه مقدار خیلی کوچولو هم در حد یک چهارم قاشق غذاخوری تو این مرحله نمک میزنم حالا قابلمه ها رو میزنم روی گاز اولش با حرارت بالا که به قل بیفته وقتی که به قل افتاد حرارت رو بیارید پایین که ریز جوش بزنه و دیگه همش نزنید که ته نگیره گندماتون وقتی که آبش کامل کشیده شد برمیگردیم و ادامه کار رو بهتون نشون میدم دوستای عزیزم من یه نکته رو یادم رفت خدمتون عرض بکنم گندمای مختلف متفاوتن از لحاظ اینکه بعضیشون گیر پسترن بعضیتون, بعضیتون بعضیاشون زود پسترن اگه گندمتون مثلا زود پز بود و این آب کاملا تبخیر شد و میبینید که هنوز گندمتون سفته آب میتونید روش بریزید منتها آب سرد به هیچ عنوان دیگه نریزید فقط آب جوش تو این مرحله و چون اگه آب سرد بریزید دوباره گندمتون رو دیرپز میکنه همینجوری کم کم میتونید روش آب بریزید تا زمانی که نیمپز بشه گندمتون مرغم هم حسابی پخته من اینو از صافی رد میکنم آبش رو کامل جدا میکنم و این پیاز و دارچین و برگ رو دور میریزم این اون کف و ناخالصی که بهتون گفتم ما من کفش رو گرفتم این مقدار ناخالصی هم هست اینا رو هم حتما از توی آب گوشتون در و دور بریزید. دوستای عزیزم میبینید که گردن گوسفندی کاملا پخته شده من اینو در آوردم گذاشتم توی یه ظرف جدا اینم از آب گوشتمون که از صافی ردش کردم و پیاز و دیگه اون برگ بو و چه میدونم دارچین اینا رو هم ریختم بیرون اینجا رو هم ببینید کاملا آب گندم کشیده شده حالا من میرم نصف این آب گوشت رو توی این قابلمه میریزم و نصف دیگه رو توی این یکی قابلمه اینم از آب مرغی که داشتیم نصف آب مرغ اینجا اضافه کنم. نصف آب مرغم اینجا حالا دوباره میذارم با حرارت پایین نیم ساعت دیگه این قلب بزنه و دیگه بقیه کار رو بهتون نشون میدم خیلی خوب گوشتامون حسابی پخته شده الان توی این محله میرم که گوشت گردن و حسابی تمیزش بکنم قشنگ باید این دنده ها در بیاد این دمار در بیاد بعد یک آلمه پوست و اینجور چیزا دوره گوشت گردن هست همه اینا رو باید خیلی خوب تمیز بکنید برای اینکه وقت فیلم گرفته نشه من کارا رو همه رو انجام میدم و میرسم خدمتتون اینم از این گوشت و حسابی تمیز کردم حالا میریم سراغ مرغ مرغ هم حسابی ریش ریش میکنیم اینم از مرغا حالا یه ذره اندازه یه مشت از این سینه مرغ رو من میذارم کنار توی غذاساز حسابی حالت پودری درش میارم اگه دقت کرده باشی توی حلیم فروشی ها یه پودر بوغلمون میریزن روش البته حالا بوغلمون باشه یا مرغ من نمیدونم میزن روش برای تزین این کار ما انجام میدیم برای تزین بقیهش رو داخل خود حلیم استفاده میکنه. بچه یه نکته خیلی مهم که یادم رفت بهتون بگم حتما حتما وقتی آب گوشت رو به گندم ها اضافه کردیم و نیم ساعت این که میخوایم به پزینش تقریبا هر پنج دقیقه یه بار یه همی بهش بزنید که ته نگیره توی این محله اگه به همینجوری بذارید و برید ته میگیره میرسیم به بخش صاف کردن گندم که همه فکر میکنن خیلی سخته اما من یه جوری بهتون آموزش میدم که ببینید چقدر راحته و رو ببرید این از گندمامون که نیم ساعتی توی آب گوش پخته نمیدونم بهتون گفتم یا نه اما حتما اون پیازای داخل گندم رو در بیارید قبل از اینکه آب گوشت رو بهش اضافه بکنید گندمتون بچه ها خیلی مهمه که یه همچین غلظتی داشته باشه شل باشه به خاطر اینکه ما الان اینو میریم توی بلندر بلند میکنیم اگه این صفر باشه اصلا نمیتونیم بلندش بکنیم و صافش بکنیم حتما باید یه عالمه آب گوش این تو باشه اگه میخواید توی این محله اذیت نشید باید خیلی خیلی با نظم و حوصله و تمیز کار بکنید من اینجا بلندرمو دارم این گندمای داغ و البته نباید قل بزنه دیگه همین که از روی شعله برش داشتید گذاشتید یه سه چار دقیقه این تو دمای محیط موند کفایت میکنه ببینید قشنگ الان بخار ازش بلند میشه این باید داغ باشه که این تو بتونه بچرخه و له بشه اگه سرد بشه سفت سفت میشه و نمیتونید این کار رو انجام بدید مرحله اول اینه که با یه همچین پارچه کوچیکی من این گندمامو این تو میریزم و زیادم نمیریزم که اذیتم بکنه میریزم قشنگ یا یه دقیقه بلندش میکنم بعد ببینید یه همچین چیزی اگه میخواید واقعا حلیم اذیتتون نکنه و صاف کردنش راحت باشه کارتون یه هم چیزی خیلی هم ارزونه واقعا چیزی نیست تو آمازون من اینو پیدا کردم بهش میگم فود میل خب این قشنگ حلیم رو میزید اینجا و اینو میچرخونید قشنگ خودش صاف صاف میکنه اگر نداشتید از صافیایی که دنده درشت داره استفاده بکنید اما یه ذره بیشتر اذیت میشید اینو بهتون بگم این خیلی خیلی کارتون رو راحت میکنه بعد از اینکه این تو بلند کردیم میریزیم این تو و صافش میکنیم و در واقع گندم صاف میریزه توی این ظرف اگر دوست داشتید این کارو نکنید هیچ اشکالی نداره اگه فیبر مثلا فیبرای گندم هم دوست داشتید بخورید و یعنی براتون مهم نبود که قشنگ لطیف باشه بافت حلیم میتونید اصلا صاف نکنید برید محله بعدی یه دونه من بریم براتون انجام بدم خیلی آروم که این ور نپاشه با دور خیلی خیلی کن شروع بکنید بعد دور رو میبرم بالاتر این از این در ضمن اگه بلندر نداشتید میتونید توی, توی غذا سازم این کار انجام بدید اما بلندر خیلی خیلی بهتره گندمو میریزم این تو توی چند مرحله این کار انجام میدم اینجا رو ببینید بشنگ گندم صاف و از این و میده بیرون به همین ترتیبی که دیدید من بقیه گندم هارم صاف میکنم و میرسم خدمت این عواسط کار که گندم ها یه ذره خنک میشه این تو خیلی سفت میشه و خیلی سخت این پرش میچرخه وقتی به این محل رسید یه ذره آب داغ آب جوش رو میتونید بهش اضافه بکنید نه زیاد همین که این کمک بکنه اینو به چرخونه این واسطه کار برای اینکه کار راحت تر بشه و از این سوراخ‌های فودمیلمون راحت تر مواد خارج بشه یه دور اینو بشورید که در واقع اون صبوسایی که گیر کرده ازش خارج بشه و دوباره کار ادامه بدید تمام گندما رو من صاف کردم اینجا اینجوری توی یه دونه ظرف بزرگ ریختم به این صورت حالا کاری که میکنیم توی دو تا قابلمه میخوام بقیه کارا رو انجام بدم چون توی یه دونه جا نمیشه یه مقدار آب قلم من اینجا دارم گذاشتم جوش بیاد اگه نداشتید آب قلم میتونید از آب جوش استفاده بکنید اما خیلی خیلی بهتره که از آب قلم استفاده بکنید الان من توی یه دونه از این قابلمه ها بقیه کار رو بهتون نشون میدم برای اینکه وقتی فیلم گرفته نشه اون یکی رو خودم انجام میدم در حد دو تا سه ملاقه گندم توی ظرفم میریزم حالا نصف گوشت گوسفندی که داشتیم و توی این قابلمه میریزم بقیهش هم میذارم برای اون یکی قابلمه نصف این مرغی هم که داشتیم و من اینجا اضافه میکنم حالا یه ملاقه از این آب قلمه جوش رو من به این اضافه میکنم اگه دیدم بازم سفته یه مقدار دیگه من بهش از این آب قلم اضافه میکنم شعله رو میذارم روی حرارت پایین و با یه دونه از این همزن دستی ها شروع میکنم به هم زدن این کارو باید واقعا با حوصله و حدوداً 10 دقیقه انجام بدید اتفاقی که میفته تمام این در واقع اجزای گوشت از هم باز میشه این ریش ریش های گوشت حسابی خودش باز میشه و باعث میشه که حلیمتون حسابی کش بیاد به هیچ عنوان این مرحله رو توی غذاساز انجام ندید چون تمام گوشتی که این تو هست رو پودر پودر میکنه و حلیمتون دیگه کش نمیاد تو هر مرحله ای که احساس کردید یه ذره غلظتش رفته بالا میتونید یه مقدار دیگه بهش آب قلم اضافه بکنید یه ده دقیقه شده که من اینو هم زدم حالا میرم سه تا ملاقه دیگه گندم اضافه میکنم اینجا هم من یه نصف ملاقه بهش آب قلم اضافه میکنم حالا دوباره شروع میکنم به هم زدن دوباره یه مقدار دیگه بهش گندم اضافه میکنم و یه مقدار دیگه آب قلم باور کنید که به زحمتش میارزه خیلی خیلی خوشمزه میشه این حلیم من برای هر کی درست کردم واقعا دیوانش شده بچه ها یه نکته خیلی خیلی مهم بهتون بگم من همیشه برای خودم وقتی درست میکنم مثلا اگه شنبه ها صبح میخوام اینو سرو کنم برای صبحونه جمعه شب من اینو درست میکنم تا مرحله همون در واقع صاف کردن گندما بعد دیگه میذارمش توی یخچال روز بعد که میام صبحونه رو میخوام آماده بکنم یک ساعت قبلش بعد در میارم از توی یخچال همین کار رو باش انجام میدم منتها اون موقع یه ذره سفتر شده که اشکالی نداره قشنگ با صبر و حوصله آب قلم جوش یا آب جوش خیلی بهتر که آب قلم باشه بریزید روش قشنگ خودشو باز میکنه ولی امروز چون من میخوام دیگه فیلمو ببندم اینجا همینجا درستش میکنم اگر هم یه مقداری ازش موند قشنگ میتونید توی یخچال یا توی فریزر بذارید بعد یخش که آب شد اگه تو فریزر بود یا توی یخچال که در میارید سفته همین همین روال ادامه میدید یه ذره آب قلم آب مرغ چیزی اینجوری جوش روش میریزید و با حرارت ملایم قشنگ هم میزنید اینجوری باز باز میشه و مثل روز اولش میشه حلیم که به این غلظت افتاد ببینید دیگه میتونیم آب ریختن رو متوقف کنیم این همزن دستی هم من دیگه در میارم حالا تقریبا سی گرم کره رو من اضافه میکنم و هم میزنم قشنگ که این کره توش آب بشه این کره ای عطر فوق ای به حلیمتون میده حسابی که کره باز شد در حد نصف قاشق غذاخوری هم بهش نمک میزنم حالا دیگه اینو هر از گاهی هم میزنیم تقریبا یک رو به دیگه حلیم آماده است به به نگاه کنین وا ویلا حلیمو نگاه کنین روشم براتون با دارچین تزیین بکنم روغن داغ میاد روش به حالا از اون سینه مرغی که گفتم توی غذا ساز قشنگ خورد بکنید میریزید روشو دوستای عزیزم اینم از حلیم حلیم فوق کشدار من امیدوارم خونه درست بکنید و لذتش رو برید مطمئنم خیلی خیلی خوشتون میاد به هر کیم بدید میپرسه دستورش از کجا گرفتی که ویدیوهای منو بهش معرفی میکنین اگه از ویدیوهای من خوشتون میاد کانال من حمایت بکنید سابسکرایب بکنید لایک بکنید به دوستاتون معرفی بکنید تا این خانواده ما هر چه زودتر بزرگ بشه تا یه ویدیو دیگه رسپی دیگه شما رو به خدای عزیزم میسپارم